تازه های خبر از آریانا، امشب با پریسا ابراهیمی. تجلیل چندان باشکو از 94مین سال روز استعداد استقلال کشور در پایتخت و برخی ولایت ها. هشدار والی هرات از مداخله کشورهای همسایه در امور داخلی افغانستان. و ساخت تونل جدید در گذرگاه سالنگ نیازمند بیش از 1 میلیارد دلار و حداقل 10 سال زمان. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز دوشنبه 28 اسد سال 1392 خورشیدی برابر با 19 اگست سال 2013 میلادی. به خبرهای این ساعت از شبکه جهانی آریانا خوش آمدید. مشروع خبرها. سناتور انجینر احسان الله بیات، رئیس عمومی بنیاد بیات، شرکت مخابراتی افغان بیسیم و شبکه جهانی رادیو تلویزیون آریانا 28 اسد 94مین سال روز استرداد استقلال کشور را به همه شهروندان غیور افغانستان تبریک و تهنیت عرض می دارد و از بارگاه ایزد متعال صلح سرتاسری، آرامش و رفاه برای کشور افغانستان و همه میهنان عزیز آرزو می دارد. از 94مین سال روز استرداد استقلال افغانستان تجلیل شد. در این مراسم که در صحن وزارت دفاع ملی برگزار شده بود، حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان با اجرای مراسم خاص نظامی اکلیل گل را بر پای منار آزادی گذاشت. این روز از 94 سال به این سو همه ساله از سوی مردم افغانستان به خاطر رهایی از استیلای استعمار بریتانیا تجلیل شده و از کارنامه های درخشان اصلاح طلبان، نهضت های مشروطیت و سایر مبارزان افغانستان تمجید و قدر دانی صورت میگیرد. در همین حال شماری از تاریخ نگران افغانستان بر این باورند که استرداد استقلال کشور بر رهبری امان الله خان الگوی خوبی برای سایر کشورهای جهان در یک سده گذشته به شمار می رود. توجه کنید به گزارش از عبدالقدیر مرزایی. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در مراسم گلگزاری بر پای منار یادگاری غازیان و جانبازان استرداد استقلال کشور شرکت کرده و اکلیل گل گذاشت. رئیس جمهوری افغانستان مانند سالهای گذشته نخواست در این باره با سربازان وزارت دفاع و مطبوعات صحبت کند. اما تاریخ نگاران معاصر و اساتید دانشگاهی و اکادمیک کشور با اینکه آوردن اصلاحات شتاب زده توسط شاه جوان را که پس از انجام سفر اروپایی در کشور پیاده کرد مورد انتقاد قرار می‌دهند، اما رویکرد کلی امان الله خان را در ابعاد ملی و بین المللی بسیار با اهمیت دانسته و آن را نقطه عطف در تاریخ معاصر افغانستان می‌خوانند. امان الله خان می‌تونم بگم که پادشاهی بود که او معارف مدرن و عصری در افغانستان اساس گذاری کرد و تعمیمش داد. یعنی به حد امان الله خان حتی در دوره بعدی هم، حتی در قرن فعلی که در قرن 20، در آخر قرن 20 که ما زندگی میکنیم و 21، حتی به حدی که امان الله خان در مورد معارف عصری توجه کرد، ما به می حد علاقه و توجه را و دلبستگی را ما حتی در هیچ سلطان و پادشاهی و کسی دیگه سراغ نمیکنیم. با باور این دانشمندان، اوضاع اجتماعی و سیاسی افغانستان در عصر سلاطین و زمامداران پیشین میراث خیلی بزرگی برای امان الله خان و اصلاح طلبان بود که جبران این همه کمبودی ها با یک بارگی برای شاه جوان خیلی دشوار به نظر می رسید. در افغانستان امی اخماندگی فرنگی و اجتماعی افغانستان سبب ازی شد که و این پادشاهی را که واقعا افغانستان میخواست یک افغانستان عصری و مدرن و پیشرفته و مقتدر ایجاد بکنه، از ایرا باز داشتن. از سوی دیگر نفوذ عوامل استعمار باعث شد تا پس از پایان جنگ نظامی بر ضد انگلیس ها، جنگ شدید استخباراتی بر ضد افغانستان از سوی قدرت های بزرگ استعماری انگلیس شروع شود. با باور این آگاهان، این جنگ شدید و سخت استخباراتی باعث شد تا روند اصلاحات شاه جوان را متوقف و حکم تکفیر از سوی گماشتگان استعمار بر علیه او و جنبش های مشروطیت صادر شود. نظامی خروج او استخباراتی دخول، بله، و انگریزان اولی نغختل چه ده استقلال بشپل شی ده پاره نه چه دوی ده علاقه من دیواز افغانستان سره، بلکه دوی نغختل چه دغه اور چه پا افغانستان که بل شوه و ده ازادی غاخی نغختنه ده نور و مستعمراتو تا
پراخ هند په دې وخت کې په ولولو راغی د افریقا شمال په دې وخت کې په ولولو راغی منځنۍ ختیځ ټول په دې وخت کې په ولولو راغی او افغانستان الگو شو شاه امان الله غازی در زمان اقدام به گرفتن آزادی کرد که جهان شاهد تحولات عمیق و سریع اوضاع سیاسی اقتصادی اجتماعی و تکنولوژیکی بود و روحی ضد استعماری شدت گرفته بود کشورهای کوچک و بزرگ که در یوغ استعمار بودند یکی پی دیگری آزادی خود را حاصل میکردند جنگ جهانی اول ختم شده بود انگلستان و اتحاد جماهیر شوروی دیگر متحد وقت جنگ نبودند بلکه بعد از انقلاب اکتبر در روسیه و برقراری نظام کمونیستی با هم در رقابت قرار گرفتند اغتشاشات در هند بریتانوی علیه انگلیسان نیز به اوج خود رسیدند که این آزادی خواهی شاه جوان به حیث یک الگو برای سایر کشورهای جهان مبدل شد در این حال امسال جشن سال روز استرداد استقلال کشور نسبت به سالهای گذشته کمی متفاوت برگزار شد. افزون بر کابل شماری از مقامهای حکومتی در برخی از ولایت‌های کشور با استقبال از این روز از افغانها خواستند تا برای تقویت وحدت ملی تلاش کنند. با این حال شماری از مردم از حکومت می‌خواهند نباید تجلیل از این روز تاریخی به باد فراموشی سپرده شود. شرح بیشتر در این گزارش. کمرنگ بودن تجلیل از سال روز استرداد استقلال کشور از سوی مقامهای حکومتی در سالهای اخیر با انتقاد شمار زیاد از باشنده های این کشور روبرو بوده است. اینجا در شهر جلال آباد شمار از مسئولان محلی، شاعران و نویسنده ها جمع شدند و از 94مین سال روز استرداد استقلال کشور یاد بود به عمل میارند. معاون والی ننگرهار در این مراسم بر تقویت وحدت ملی در میان افغان ها تاکید می کند. چه په مخالفت کې دی او وسوال دی و نه هیله لرم چې راشي د هېواد په آبادۍ سوله او امن او بیا رغونه کې فعاله غونډه واخلي افغانستان زموږ ګډ کور دی وینې په وینو نه مینځل کېږي همین گونه مسئولان محلی و برخی باشنده های ولایت فاریاب در شمال افغانستان نیز این روز را تجلیل کردند. تجلیل از سال روز استرداد استقلال افغانستان در ولایت فاریاب در 5 سال گذشته بی سابقه خوانده شده است. در مراسم تجلیل از این روز در ولایت فاریاب شمار از نیروهای امنیتی نیز مورد تقدیر قرار گرفتند. سبب استقلال افغانستان در قدم اول انگیزه و اندیشه سیاسی انگیزه و اندیشه استقلال طلبی بود کی انگیزه و اندیشه از اندیشه های سید جمال الدین افغان شروع که عدالت اجتماعی را بر اساس اصول اسلام نه تنها به مردم افغانستان توضیح و تشریح کرد بلکه امروز تمام دنیای اسلام او را به مثابه مؤسس و رهبر اخوت اسلامی در دنیا میشناسد. جنوب افغانستان نیز شاهد برگزاری مراسم تجلیل از سال روز استقلال کشور بود. اینجا در ولایت هلمند شمار از مسئولان امنیتی بر اساس فرمان رئیس جمهور کرزی مدال به دست آوردند. شور و هلهله سال روز استرداد استقلال کشور در میان جوانان شهر کابل نیز به چشم میخورد. اینجا صدها جوان در شهر کابل گرد آمده و تلاش میکنند تا ارزش واقعی جشن آزادی افغانستان از بریتانیا را بازگو کنند. نه تنها در دیگه کشورها بلکه افغانستان هم یک روز استقلال داره ما میخوام تشریح کنم به ما نشان بدیم که ما وطن خود دوست داریم او رنج ستمی که در گذشته دیده بودیم حالا نمیخوایم حالا میخوایم آزادی باشه همیشه وقت همینطور خوشحال زندگی کنیم و وطن خود دوست داشته باشه دغه ملی روز تو خلک باید دغه روز منځي او په دې افتخار وکي خپل رسون ته وای چې دغه سي افغانستان د استعمار د انګلیس د ورقي لاندې امان الله خان د افغانستان د خلکو په ملاتړ باندې استقلال واخیست او په نړۍ کې لومړی هیواد و چې انګلیسي استعمار ته ماته ورکړه این جوانان برگه های حاوی معلومات در مورد استقلال افغانستان را نیز برای مردم توضیح می کردند. افزون بر این ولایت ها گزارش هایی رسید از ولایت های هرات، پکتیا، بامیان، خوست، قندوز، قندهار، بدخشان، فاریاب و تخار نیز می رساند که مراسم تجلیل از سال روز استقلال افغانستان از سوی جوانان رضاکار راه اندازی شده بود. یک مقام ارشد افغان به خبرگزاری رویترز گفته است که رئیس جمهور کرزی لوی سارنوال را از مقامش برکنار کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از این مقام افغان که نامش را فاش نکرده گفته است آقای الکو پس از دیدار پنهانی و بدون اجازه رئیس جمهور کرزی با برخی نماینده های گروه طالبان در امارات متحده عرب از مقامش برکنار شده است. با این حال ریاست جمهوری این گزارش ها را رد می کند. شرح بیشتر در گزارشی از نصرت پارسا.
خبرگزاری روی طرز به نقل از یک مقام افغان گزارش داد که محمد اسحاق الکوری سالنول افغانستان بدون این که رئیس جمهور کرزی را در جریان بگذارد در شهر دبی با شمار از نماینده های طالبان با گونه پنهانی دیدار و گفتگو کرده است. این گزارش می افزاید که رئیس جمهور کرزی آقای الکور را به همین دلیل از مقامش برکنار کرده است. با این حال برخی رسانه های کشور به نقل از مقام های مسئول گزارش دادند که آقای الکو در تعطیلات در آلمان به سر می برده که از سوی رئیس جمهور کرزی برای شرکت در جلسه شورای امنیت به طور فوری به افغانستان فراخوانده شده است. ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری این گزارش را رد کرده و گفته است آقای الکو از مقامش برکنار نشده است. لوساران ولی نیز خبر برکناری آقای الکو را شایعی بیش نمی داند. موضوع قابل رد است. اونا همیشه رئیس لوسانوال افغانستان تا وقتی که اجراعاتشان بوده و تا حال هم که رئیس لوسانوال هستند هیچ نوع مشکل بین اونا و جناب محترم رئیس جمهور یا اشخاص افرادی که در ادارات حکومتی افغانستان کار میکنند پیدا نشده و متاسفانه که توسط بعضی از افراد غیر مسئولانه این موضوع در مطبوعات انعکاس داده شده بود. سخنگوی لوسارانولی میگوید لوسارانول برای تعطیلات عید به آلمان سفر کرده بود و یک روز پیش به افغانستان آمده است. با گفته آقای عزیزی لوسارانول در مراسم یاد بود از 28 اسد در کاخ ریاست جمهوری نیز شرکت کرده است. جناب محمد اسحاق الکو لوسانوال افغانستان به خاطر سپری کردن ایام رخصتی عید سعید فطر به آلمان سفر داشتند که عید با فامیل و جمعی از دوستان سپری کنند و دیروز مال خیر دوباره به افغانستان رسیدند. اسحاق الکو از سال 1387 به این سو به عنوان لوسارانوال ایفایی وظیفه می کند. به ادامه خبرها از آریانا خوش آمدید. سید فضل‌الله وحیدی والی هرات به کشورهای همسایه هشدار می‌دهد که در امور داخلی افغانستان مداخله نکنند. آقای وحیدی می‌گوید که یکی از بدبختی‌های افغانستان این است که از لحاظ جغرافیایی در موقعیت قرار گرفته که چنین همسایه‌های مداخله‌گری دارد. همکارم فواد احمدی گزارش می‌دهد. والی هرات همواره کشورهای همسایه را متهم می کند که در امور داخلی افغانستان مداخله می نمایند، اما او تاکنون هیچ گونه جزئیاتی در مورد این مداخلات ارائه نکرده است. فضل الله وحیدی از مردم می خواهد در صورتی که از مداخله کشورهای همسایه اطلاعی دارند او را در جریان بگذارند. و هیچ وقت از یک چیز حراس نداشته باشین که والا اگر ما ایتور کنیم مینای ایتور خط کردن زیادش یک ویزه نخواد دادن خونه بتنه رو کدام گبی بیزار فرض و واجب خونه است. اما ما هیچ وقت به هیچ کس این اجازه رو نمیدیم که در ادارات ما در ولایت هرات کسی دست درازی بکنه. اگر شما میتونی یک جای را یافتین لطفاً از شما خواهش میکنم که با ما اطلاع بدین و بس ببینین که ما امرشان چی میکنیم. کشورهای همسایه همواره متهم به مداخله در امور داخلی افغانستان میباشند، اما یکی از مواردی که تعجب برانگیز میباشد چندگانگی نظریات مقامات حکومتی در مورد مداخلات این کشورهاست. شماری از مقامات حکومت میگویند که اسناد کافی در مورد مداخله برخی از کشورهای همسایه وجود ندارد، در صورتی که برخی از مقامات حکومتی از جمله والی هرات به گونه مستقیم کشورهای همسایه را عامل بدبختی افغانستان میداند. و هیچ کس در افغانستان نمیتونه مداخله بجا بکنه و هر کس که مداخله بکنه او مداخله گر رسوا میشه و ما شما مسئولیت داریم که او را رسوا کنیم. ولو که عرب باشه، عجم باشه، همسایه شرق باشه، غرب باشه، هر کسی به هر عنوان و به هر نامی که باشه که در تخریب افغانستان کوشش میکنه او را جوابش وظیفه ما شماست که جواب دندان شکن برش بده. ادعای والی هرات درست زمانی صورت میگیرد که در سرتاسر افغانستان از روز استرداد استقلال افغانستان تجلیل صورت میگیرد. کارشناسان میگویند که دولت افغانستان باید دیدگاه واحدی را در مورد مداخلات کشورهای همسایه در امور داخلی افغانستان داشته باشد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تلاش میکند تا انتخابات را طوری سازماندهی کند که مورد پذیرش تمام مردم افغانستان باشد، اما این روند را مشکلات امنیتی تهدید میکند. مسئولان در این کمیسیون میگویند اگر نیروهای امنیتی قادر به تامین امنیت مراکز ثبت نام و رای دهی نشوند، عده زیادی از مردم مناطق ناامن از حق رای دادن محروم میشوند. با آن هم کمیسیون مستقل انتخابات عدم برگزاری و تعویق انتخابات را به شدت رد میکند. به گفته این کمیسیون تاکنون روند انتخابات از سوی هیچ گروه و سازمانی اخلال نشده و به خوبی پیش رفته است. در فاصله چند ماهه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در یک مقطع اساس و سرنوشت ساز، صدای نگرانی از وضعیت امنیتی این بار از کمیسیون مستقل انتخابات بالا می شود.
مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات امنیت را چالش اصلی در برابر برگزاری یک انتخابات سراسری عنوان می کنند. کمیسیون تمام امکانات خود کار می اندازه که انتخابات طور سازماندهی کنه که برای تمام مردم افغانستان و یا حد اقل به اکثریت مردم افغانستان قابل قبول باشه. ما سعی و تلاش ایره می کنیم، ولی این پروسه را امنیت تهدید می کنه در بعض موارد و بعض مشکلات از امنیتی کمیسیون مستقل انتخابات داره. سخنگوی این کمیسیون از آمادگی های لازم برای برگزاری انتخابات در زمان معین آن سخن می زند و می افزاید هر قدر تعداد نامزدها کمتر باشد انتخاب برای رای دهندگان آسان و از لحاظ تکنیکی مصارف و شمارش آرا خوب سازماندهی شده می تواند. بدون از اینکه کلا مشکل تکنیکی رخ بده، بدون از اینکه وقت زیاد شود، انتخاب پیش از این نگرانی های در مورد شفافیت و بی‌طرفی مسئولان تازه انتخاب شده کمیسیون مستقل انتخابات مطرح شده بود، اما کمیسیون مستقل انتخابات میگوید اعضای تازه آن مستقل، بی‌طرف و مورد پذیرش مردم است. این کمیسیون اطمینان میدهد که انتخابات 1393 طور برگزار خواهد شد که مورد پذیرش مردم باشد و رأی آنها رئیس جمهور آینده را مشخص سازد. وزارت معارف میگوید نصاب آموزشی جدید تا حد زیادی مشکلات آموزشی دانش آموزان افغانستان را حل کرده است. مثلا در این وزارت میگوید نصاب آموزشی جدید برخلاف نصاب آموزشی گذشته با در نظر داشته معیارهای اسلامی، فرهنگ افغانستان و برابر با نیازمندی های کنونی تدوین شده است. همزمان با این مسئولان در وزارت معارف برخی از مشکلات در نصاب آموزشی را میپذیرند و میگن این مشکلات بسیار کوچک است و در آینده نزدیک حل می شود. پیش از این انتقادهای بالای وزارت معارف و دلیل نبود نصاب آموزشی برابر با معیارهای امروز وجود داشت، اما وزارت معارف میگوید این مشکل با تدوین نصاب آموزشی جدید مرفوع و این نصاب برابر با نیازمندی و منافع کشور ساخته شده است. مسئولان در این وزارت میگویند نصاب آموزشی جدید برخلاف نصاب کهنه با در نظر داشته همه معیارها تدوین شده است. پدر نکالو که اوز در اول تولگی تر دولسم نوی کتاب دی، نوی محتوا لری او استندر کتابونه دی چه دری مشخصی لری، هم اسلامی دی، هم افغانی دی او هم معیاری دی. مسئولان میگویند نصاب آموزشی جدید برابر با نیازمندی دانش آموزان چاپ شده و این روند ادامه دارد. سخنگوی این وزارت با آنکه موجودیت برخی مشکلات در نصاب آموزشی جدید را میپذیرد، اما میگوید این مشکلات به اندازه نیست که تمام نصاب را زیر سوال ببرد. اوس پور زمونږ نصاب تر ابتدایي مرحله کې دی، امتحان په مرحله کې دی، ځینې ډېرې جزئي اشتباهات چې هغې باندې مونږ ټول نصاب تر سوال لاندې نه شو راوستلی، او دغه ځینې موضوعات مونږ هم په ګوته کړي دي په راتلونکي چاپ کې دا په نظر کې نیول کېږي. رئیس نصاب آموزشی وزارت معارف میگوید که همزمان با چاپ نصاب های آموزشی جدید برای معلمان مکتب ها کتاب های راهنمایی معلم نیز چاپ شده که برای 80% از معلمان مفید تمام شده است. اما وی میگوید نبود معلمان مسلکی هنوز یکی از چالش های بزرگ در معارف افغانستان به شمار می رود. مش نو اچ پن حساب کی بستونز نیست تدی کتاب دروندی نو لیکل سو دی نو ما توا ده تبند شاگرد استاد پر یو نو شی دی ولی یو ډیر لنګ وخت کې به شاګرد سره دغه سید بلد سي او هم په استاد. بل مشکل دا دی چې زموږ په وطن کې د مسلکي معلمانو تعداد چې دا کتاب محتوا په هغه شی چې لیکل شوی شاګرد ورته کال کې پر لارې ځینې دغه نیسید، نو دا ډیر کم دی. وزارت معارف میگوید در سال جاری 35 میلیون جلد کتاب چاپ شده و به دسترس دانش آموزان قرار گرفته است و 25 میلیون جلد دیگر نیز در حال چاپ شدن است.
و این همچنان رویداد اقتصادی. وزارت دفاع عمومی گوید برای ساخت تونل جدید در شاهراه سالنگ بیش از 1 میلیارد دلار و حداقل 10 سال زمان نیاز است. مقام های این وزارت میگویند کوفته‌ترین بدیل برای این شاهراه در کمترین زمان مورد استفاده قرار گیرد. مسیر اندراب و خواک است که کار بازسازی آن به زودی آغاز می شود. همزمان با این وزارت دفاع عمومی گوید بازسازی شاهراه سالنگ موقتی بوده و همه ساله این شاهراه نیاز به ساخت و ساز دارد. مسافر قوقندی گزارش می دهد. وزارت فواید عامه می گوید 109 کیلومتر از شاهراه سالنگ به شمول تونل و گالری های آن نیاز به بازسازی جدی و یا نوسازی دارد. موینین وزارت می گوید شاهراه سالنگ یکی از شاهراه های بزرگ و مهم کشور است که نه تنها ولایت های شمالی و جنوبی را با هم وصل می کند، بل راه اتصال بین کشورهای جنوب آسیا به شمال آسیا نیز است. کار ساختمان تونل و مسیر شاهراه سالنگ به شکل اساسی مشکل است که یعنی کار شود یک قسمت عموماً همه تمام کارهایی که صورت میگیره به شکل عاجل است که از 1 یا 2 سال اضافه تر باز هم نمیتونه دوام پیدا بکنه، دوباره به یک ترمیم میده یک قسمت ضرورت خواهد. با گفته معین وزارت فواید عامه حکومت روی 2 بدیل که جاگزین شاهراه سالنگ شود سالها پیش کار کرده است، اما برای تطبیق آن بودجه لازم در دسترس ندارد. با گفته وی مسیر اولی سرک دوشی دره شکاری پل متک است که طول آن 157 کیلومتر بوده که برای ساخت آن به 250 میلیون دلار و 4 سال زمان نیاز است. و راه دومی که به گونه عاجل می توان از آن موترهای مسافربری کوچک استفاده کند، راه اندراب خواک است و کار آن از سوی حکومت افغانستان در آینده نزدیک آغاز می شود. اگر در قسمت پول در اختیار قرار بگیره، تونل جدید هم مورد ساختمان قرار خواهد گرفت که این تونل هم وقتی که تکمیل میشه که خود علی ساختن مسیر شاهراه هم در شامل خواهد بود و اضافه تر از بیلیون دلار به این ضرورت است و تقریبا کار ساختمان از اضافه تر از 10 سال در بر خواهد گرفت. چند پیش مقام های وزارت فواید عامه گفته بودند به دلیل مهم بودن شاهراه سالنگ در منطقه، پروژه ساخت این سرک به عنوان یکی از برنامه های ملی افغانستان از سوی حکومت اعلان خواهد شد. شماری از مالکان شرکت های تولیدی در شهرک صنعتی هرات می گویند که دولت هیچ توجهی در زمینه حفاظت و حمایت سرمایه گذاری هایشان انجام نمی دهد. در همین حال مسئولان اتحادیه صنعتکاران هرات می گویند که قوانین و فرمان های زیادی در راستای حمایت از تولیدات داخلی وجود دارد، اما به این قوانین عمل نمی شود. همکارم فواد احمدی گزارش می دهد. ترس از رکود اقتصادی در سال آینده به سری را در کشور نگران ساخته است. شماری از صنعتکاران در ولایت هرات می گویند که عدم حمایت دولت از تولیدات داخلی ضربات زیادی را بر اقتصاد کشور وارد کرده است. این افراد از نهادهای خصوصی اقتصادی در کشور خواستند تا با فشار وارد کردن بر حکومت در جهت تطبیق فیصله اخیر شورای وزیران در راستای برنامه اقتصادی اقدام جدی از خود نشان دهند. در کل کاروبار بالخصوص صنعت نزول خاص پیدا کرده و چالش های زیادی مواجه صنعتگران ولایت هرات، البته صنعتگران تمام کشور بالخصوص صنعتگران ولایت هرات می باشه. متاسفانه مشکلات امنیتی ما داریم، مشکلات صنعتی که از لحاظ برق و از لحاظ ای که مرزای بی‌قانون و ما رقابت های ناسالمی از متاسفانه از کشورهای همسایه داریم و ما از دولت جمهوری اسلامی افغانستان خواهانیم که در این بخشا برای ما همکاری و کمک‌های لازم مبذول بود. حمیدالله خادم رئیس اتحادیه صنعتکاران هرات از عدم تطبیق طرح شورای اقتصادی کشور ابراز نگرانی می‌کند و تاکید دارد که بایستی این پالیسی زودتر تطبیق شود. ما به نمایندگی از سکتور خصوصی تاکید بکنیم که پالیسی تشویقی که حکومت افغانستان روی دست گرفته به خاطر رفع نگرانی‌های مردم افغانستان هر چه زودتر باید تطبیق بشه. از جهت دیگر شفیق احمد احمدی مسئول دفتر آیسا در هرات میگوید که در پالیسی اخیر که از سوی حکومت و شورای اقتصادی کشور در جهت حمایت بیشتر صنعتکاران روی دست گرفته شده، سهولت‌های خوبی در جهت رشد صنعتکاران برنامه‌ریزی شده است که با تطبیق آن مشکلات صنعتکاران برطرف خواهد شد. مواد پخته وارداتی در صورتی که ظرفیت تولیدی به اندازه باشه که تقاضای داخلی را مرفوع بکنه و کیفیت از اونها هم مورد تایید باشه، او تعرفه وارداتی مشابه از افزایش پیدا میکنه برای حمایت از تولیدات داخلی. صنعتکاران در هرات میگویند حکومت افغانستان طی 10 سال گذشته طرح و پالیسی منظم در جهت رشد صنعت نداشته و در صورت ادامه این بی‌توجهی وضعیت بیکاری در هرات افزایش خواهد یافت.
کابل آفتابی بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 15، هرات آفتابی بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 16، مزار شریف آفتابی بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 22، جلال آباد نیمه ابری بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 24، و سرانجام کندهار آفتابی بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 16. رسیدیم به بخش پایانی خبرهای این ساعت. ممنون است که با آریانا هستید. کامیاب و موفق باشین. خداوند نگهدار. اخبار این ساعت.